بازداشت امیرخان متقی در کشور نروژ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی تاج الدین سروش. بازداشت امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان در کشور نروژ. شماری از نهادهای حقوق بشری با ارسال نامه و پلیس نروژ خواهان بازداشت امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان شده اند. در این نامه آمده است امیرخان متقی به انواع جنایات جنگی از جمله نسل کشی متهم شده است. در همین حال 8 صبح کابل می نویسد سفر قریب الوقوع احمد مسعود و صلاح الدین ربانی به مسکو. منابع در جبهه مقاومت ملی تایید می کنند که قرار است احمد مسعود رهبر این جبهه و صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان به مسکو بروند. منابع به روزنامه 8 صبح می گویند امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین قبلا عازم مسکو شده است. به گفته این منابع قرار است احمد مسعود و صلاح الدین ربانی در جریان همین هفته به مسکو سفر کنند. منابع هدف از سفر سران جبهه مقاومت ملی به مسکو را دیدار با این مقام های ارشد طالبان عنوان کرده اند. وزارت خارجه روسیه تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. منابع در حال از دیدار مخفیانه قریب الوقوع سران جبهه مقاومت و مقام های ارشد طالبان در مسکو خبر می دهند که هیئت بلندپایه طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان سرگرم دیدار با مقامهای غربی در اسلو است. در همین حال طالبان در دومین روز نشست اسلو با نمایندگان کشورهای متحد نروژ گفتگو را آغاز کردند. منابع از آغاز گفتگو میان طالبان و نمایندگان کشورهای غربی در اسلو خبر می دهند. به گفته منابع طالبان در این گفتگو خواستار رهایی ذخایر ارزی نزدیک به 10 میلیارد دلار افغانستان شده اند. در همین حال شفیع الله اعظم یک تن از نمایندگان طالبان در این نشست به رسانه های غربی گفته است ما از کشورهای غربی و امریکا می خواهیم دارایی های افغانستان را آزاد کنند. این مقام طالبان افزوده است که جامعه جهانی نباید به دلایل سیاسی مردم عادی را مجازات کند. او تاکید کرده است که زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی از مردم افغانستان حمایت کنند و نگذارد در زمستان مرگبار و افزایش گرسنگی شهروندان افغانستان مجازات شوند. در همین حال روز گذشته تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان گفته بود که در مورد حکومت همشمول در افغانستان مبارزه با تروریسم، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان با طالبان گفتگو می کند. نمایندگان سایر کشورهای اروپایی نیز پیرامون مسائل حقوق بشری، تبدیل نشدن افغانستان به مکان امن برای تروریستان و رسیدگی به بحران بشری کنونی در افغانستان با نمایندگان طالبان گفتگو می کنند. در همین حال استقبال کرزی از نشست اسلو. تفاهم بین الافغانی تنها راه رسیدن به صلح و ثبات است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از نشست نمایندگان حکومت سرپرست طالبان و شماری از چهره های سیاسی و اعضای جامعه مدنی در اسلو پایتخت نروژ استقبال کرد. آقای کرزی روز دوشنبه چهارم دل با نشر خبرنامه گفته است که این نشست یک گام مثبت برای بیرون رفت از مشکلات موجود در کشور است. با گفته رئیس جمهور پیشین افغانستان، تفاهم بین الافغانی که در آن ارائه مردم تمثیل شود، یگانه راه رسیدن به صلح و ثبات در کشور است. حامد کرزی از نروژ به دلیل برگزاری این نشست ابراز قدردانی کرده است. گفتنی است که نشست اسلو روز گذشته میان هیئت طالبان و شماری از فعالان سیاسی و مدنی در پشت درهای بسته برگزار شده است. قرار است امروز دیدار میان هیئت طالبان و نمایندگان کشورهای متحد نروژ از جمله نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا صورت بگیرد. در همین حال به نقل از صفحه رسمی 8 صبح، 4 طالب و 1 نیروی جبهه مقاومت ملی در بغلان کشته شدند. منابع محلی در بغلان میگویند که طالبان حملات تهاجمیشان را از چندین نقطه بالای سنگرهای نیروهای جبهه مقاومت ملی آغاز کردند. با گفته این منابع درگیری همین اکنون در روستای دره چرخ و فلک ولسوالی خست و فرنگ ولایت بغلان با نیروهای این جبهه جریان دارد. منابع مردمی امروز دوشنبه چهارم دل به روزنامه 8 صبح گفتند که در نتیجه این حمله 4 طالب و 1 نیروی جبهه مقاومت کشته و 1 تن دیگر از نیروهای این جبهه زخمی شدند. منابع مردمی همچنان ادعا می کنند که نیروهای طالبان مردم محل را به گروگان گرفته اند تا مانع پیشروی نیروهای جبهه مقاومت ملی شوند. در همین حال با تماس‌های مکرر مسئولان محلی طالبان در بغلان در این مورد چیزی نگفته اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.